اگر بخواهید مقاومت کنید بنیه باید داشته باشید. بنیه معنوی مهمتر از بنیه مادی و نظامی است. بنیه معنوی یک حقایقی است در وجود خود شما که در ماهیت حرکت شما اثر میگذاره. بنده تکیم رو جوان هاست دیگه، میبینید غالبا دلبسته جوان ها و امیدوار به جوان ها هستم برای آینده. منتها اون جوانی که میتوانه پیشران حرکت عظیم کشور به سوی تمدن نوین اسلامی باشه چه جور جوانی؟ جوانی که با انگیزه است، با ایمان است، با خرد است، قدردان توان خیش است، اهل کار است، اهل ابتکار است، توکل به خدا داره، اعتماد به نفس داره. درست نقطه مقابل اون چه که دشمن در مورد جوانهای ما میخواد. دشمن میخواد جوانهای کشور ما بی ایمان باشن، بی امید باشن، اسیر شهوات باشن، تنبل باشن، نق بزنن، کار نکنند، دچار اعتیاد باشن، شکننده باشن. کارهایی که دارن رو جوانهای ما انجام میدن هدفش اینه هست. درست نقطه مقابل اون چیزی که ما لازم داریم. خب بسیج جوان نوع اول است، طبعا مورد دشمنی بیشتر دشمنان بشریت است، دشمنان عدالت و آزادی است. این من عرض بکنم به شما، پیروزی ملت ایران و پیروزی بسیج و پیروزی این جریان عظیم انقلابی در ایران این تضمین شده است. خدای متعال در قرآن می‌فرماید که ان ینصرکم الله فلا غالب لکم.